دوران خانم، دوران خانم. بله. چیزی نیست جونم، فقط 3-4 ساعته. عوضش یه عمر پشت و پناهت میشه. تو را خانم من نترسم. خدایا خودت بذاره. پاشو برو به شوهرت برس. بچم بس که داد زد گلوش پاره شد. اومدم. جواد آقا. جواد آقا. زود باش ننه جون، برو ماما رو خبرش کن، دیگه وقتشه. تو حالا 3 دفعه خبرش کردم، اومده گفته هنوز وقتش نشده. رفتی که رفتی؟ دوباره به این تنبلیم نوبرشه. دختر نازنینم از درد مثل مار داره به خودش میپیچه. یا آخه تقصیر خودتونه که نذاشتیم ببرمش بیمارستان. خودش تو این اتاق به دنیا اومده، بچه‌شم باید تو همین اتاق به دنیا بیاد. ای باز وایساده منو نگاه میکنه. ده بودو بودو جونم بودو. کسی که میکاره موقع دروشم یه تقلایی میکنه. خوشبال خواهرت. خوش به حال شوهرش. پارسال این موقع عروسی کرد، امسال بچهش داره دنیا میاد. محمود آقا، تو هم مثل خانم بزرگ سرکوفت میزنی یا؟ نه، حسرت میکنم. تو این 10 سالی که ازدواج کردیم میتونستیم 10 تا بچه داشته باشیم مثل دسته گل. 10 تا؟ آره، مثل داداشم احمد، 8 سال عروسی کرده، 8 تا بچه داره. نه دیگه، اونجورشم خوب نیست. انسی خانم ماشاءالله یه خط در میون دو قلو میزاد. همین دو تو سفره بچه ها امسی مواظب باش زمین نخوری. به نظرم این دفعه هم دو قلوه ها. من دلم میخواست تو بچه دار میشدی، هر سال دو قلو میزایدی. وقتی این بچه های داداش احمد رو میبینم و دلم ضعف میره. اما اون خودش از دست بچه هاش کلافه شد. خب دیگه دنیا همه چیزش افراط و تفریط. من نزاییدم، دوستم نداری؟ دو بدبختی اینجاست که دوستت دارم. اگه دوستم نداشتی چی کار میکردی؟ تو چی؟ طلاقت میدادم؟ یه زن میگرفتم که هر سال برام یه بچه بزن. خب، حالا میخوای همون کارو بکن؟ نه، نمیتونم. نمیتونم. چرا؟ برای اینکه دوستت دارم عزیزم. منم خیلی دوستت دارم. فکر میکنم اگه یه روزی خدایی نکرده از هم جدا بشیم، از قصه دیغ بکنم. شایدم برای همینی که ما بچه نداریم برای هم هلاکی. چرا؟ خب دیگه، من اگه بچه داشتم نصف محبتم مال اون میشد. اون وقت واسه تو میموند فقط نصفش. تو هم لابد همینطوری. نمیدونم، حالا که نداریم، اما گمون میکنم محبت پدر فرزندی یه جور دیگه باید باشه. خیلی دلم میخواست بدونم محبت پدر فرزندی چجوریه. برای من که فرقی نمیکنه. الان مثل این که بچه‌مو دارم همون میکنم. فکرشو بکن چقدر قشنگ بود اگه دوتایی بچه‌مونو همون میبردیم. تو سرشو میشستی، من تنشو لیف میزدم. کدوم اتاق هست؟ برین کنار بچه، برین کنار. سلام علیکم مرد بچه آبه توش آز. بله بفرمین با چشم. جواد آقا، جواد آقا از اون بگو بچه‌م داره میمیره. توران خانم آب جوشو بیا. الله اکبر. اینم آبه بیتابی نکن، بذارش اونجا مادر. خانم جون شونشو به ما بیخواد. یا امام رضای قریب، اگه بچم سالم رضا میام به پابوس. خجالت نکش عزیزم، خجالت نکش. بچم دردشو تو دلش میریزه. ننه انسیه دستتو بده چنگ بزن. مادر جون جون نجات کمک نمیخواد. جواد آقا فارغ شو. نه هنوز خبری نیست. با چه خبری نیست؟ اشهد و انم نگاه
سلام سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ خانم خانم احوال شما چطوره؟ گوگولی گوگول یه بدم نباد بدم ماشالله دکتر بس شما درد نکنه سکین خانم اونو میفروشیم با کنیزتون آقا بو خوش بیش ها شما هم میخواییم بیا بیا این هم مالی تو این هم مالی تو بیا خوش کلی این هم مالی تو بیا بگی جونم بخواه حالا بریم بازی کنیم دیگه بریم بازی کنیم بیا جونم خب گلی جون بسته دیگه محمود آقا خسته نه جون شما مرزی خسته میشه این بچه خسته میشه محمود آقا بعد مگه این بچه وزن داره که آدم خسته میشه تو سرم کنم نه خیلی خیلی سنگینه نه اجازه بده تعارف نکنه خواهش می کنم محمود آقا نه مرزی شما هر چی منو خجالت هم می من بچه رو دوست دارم مامان الله اکبر الله اکبر گلی جون بیا دیگه با بلندتر از اون بگو بله تو هم از اون بگو ننه لا اله چشمش که به بچه میفته همه چی رو فراموش میکنه لا اکبر الله چه گریه میکنی؟ الله اکبر من اگه جای تو بودم از خوشحالی دارم قنج میکنم چیزی نمیده قدرت جو میشه چی به زمن نترش الله اکبر الله چی کار کنم خدا به دادش برسه یا مصطفی یه دست تو آن خانم چنگ بزنه دستشو بگیریم آی تو رو خدا دستشو بگیریم تو جمع نکن تابی نکن بیت تابی نکن دستشو بگیر تو را خانم جون یه دقیقه خانم بزرگ مبارک ایشالله مبارک ایشالله خدمش برای تو لبه شکر بودو برو مشتلاغت به چشم خانم بزرگ ننه ننه پسر یا دختر پسر جواد آقا جواد آقا مشتلو پسر یا دختر پسر قنده اصل گل پسر چشم روشن تو هم صاحب پسر چشم روشن جواد آقا مشتلو بده چه کنس خورون دست من دقیق ننه چشم روشن پدر شدی یک کاکل زنی که ایشالله وقت پیری عصای دستت باشه برم ببینم خدایا به حق بزرگواریت آرزوی فرزند و به دل بچه من نذار بسه نخور محمود جون خودم یه فکری برات کردم ایشالله سال دیگه این موقع برای بچه خودت از اون میگی ای بابا وزم هم طوری شده که فقط باید دلداری نه نه این دفعه دیگه دلداری نیست اونجا رو نگاه کن خوب که خوب مگه از اول عمرت که به حرف من گوش دادی ضرر کردی مقصود خب مقصود این که مرگ یه دفعه شیبنم یه دفعه تو که نمیتونی خودتو به پای یه زن نروک پیر کنی تورا خانم اصلا نروکه با دوا درمونم نمیشه کاریش کرد منم همینو میگم زنی که زندزا نکنه اصلا زن نیست پس مرده نه زنه نه مرده اصلا هیچی نیست
نصیب نشه الهی. احمد آقا اگه من نروب بودم چی کار میکردی؟ ایسی خانم بی زحمت شما این رو بچینید، قضا حاضر. چی کار کنیم با این زحمتات رو میخونیم؟ اجازه بدیم بیم کمک کنم. خواهش میکرم شما زحمت نکشید، من میارم شما بچینید تو سفره. من اگه مثل جاری مریض بودم حتما احمد آقا من از خونه مینداخت بیرون. حالا که اینا دارن منو از خونه بیرون میکنن، این حرفا چیه میزنی؟ و ای من تو ران خانمو طلاقش دادن. تو خانواده ما از این چیزا نبوده و نیست. نبوده اما معلوم نیست که بعدن پیدا نشه. من چشمم ور نمیداره یه پسرم با اون قدش 8 بچه مثل دسته گل داشته باشه، یکی دیگه آه بکشه و قصه بخوره یکیشم نداشته باشه. همه چیز دنیا افراط و تفریط دیگه. مثل کنه به من چسبیده. بگیریم دیگه بابا. باز ناشکری کردی احمد آقا، دلت میخواست مثل تورا خانم زن برادرت اجاقم کور بود. ایسی خانم اینه رو بگیری. قربون دستت، خسته میشه توران خانم، تو رو به خدا بذار بیام کمکت بکنم. نه دیگه چیزی نمونده، هم دلم واسهش میسوزه هم دلت واسه بچه من بسوزه. همه دکترها میگن تقصیر اونه، بچه من هیچ عیب و نقصی نداره. زنی که نازاست چی کار میشه کرد؟ نروکه دیگه. خانم دکتر گفتم، والا گفتم نازاست که نازاست، پسرم دوستش داری منتشم دارم. اگه بچه دار نمیشه عوضش یه دستپختی داره که محمود آقا رو عاشق خودش کرده. خانم بزرگ حرفا چیه؟ عوضش انسیه، یه دستپختی داره. دستپخت من اینها، 8 واسه پخت کردم یکی از یکی بهتر. وا با اون دوتایی که مردم 10 تا. چرا شکست نفسی میکنی ننه؟ درد و بلات بخوره تو کاسه سر اون یکی که اجاقش کوره. بمیرم الهی، خسته شدی مادر، بدش به من، بدش به من توران خانم جان. خانم بزرگ شما شب شب قد تاروخ میکنیم تو خیلی زحمت. من میدم تعدید بیارم. خانم بزرگ این بچه پسکون به دهن نمیگیره، یه خورده قنداق بهش بده. بابا قنداق چیه؟ خوش یه ذره بارهنگ و کره بهش بدیم، بچه داره از دست میره. این پیازم با قیچی بذار بالا سرش که آل نبره. این شیر رو باید بدوشیم و الا گوله میکنه. شیر دوش نداری؟ شیر دوش نمیخواد. نه نه انسیه، برای بچه ها بکش. من خودم فکرشو کردم. مادر دلم درد میکنه، قرصی دوایی یه چیزی به هم بده. درد زاو دوا نداره، هر وقت که خیلی درد گره بگو سنگ 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 سنگ. ببینم تو چرا همچی میکنی؟ میگن موی زاو رو اگه رو سینشونه کنن گولش آب میشه. مادر تو شکم اول تو ایغم و کافا داری بگیر اینو، بگیر بنداز زیر پسته. پسی زمان شما این بچه رو بگیرین خانم بزرگ. خوش به سرم این چیه؟ شیر اول و بچه بخوره مریض میشه، این نیک میزنه زهرشو میکشه. مادر ببینم یه خود دنده یه جیگر بذاش، عوضش خاصیت داره. خانم بزرگ این کارمال عهد بوده، شیر روش میکردم یه اولا شیر روش که مادر بیشتر بزنیم. قدم رو باز نکنم این ما من دقیق گوشتم و برداشت خورد. دلیل شلایی که اگه دنیا رو بهت بدم بخوری باز هرس میزنی. آخه تو هم یه چیزی بخور. سر غذا خوب نیست سلام حرف بزنم. اگه نخوری بزرگ نمیشی یا همینطور کوچولو میمونی. آره بخور مادر، راست میگه، هر کی نخوره مثل بابا کوچوله میمونه. مگه نه تقی بابا که از همه بیشتر میخوره. بابا نه اشکر بیشتر نمیخوره. بابا وقتی بچه بوده غذا نمیخورده، مگه اینطور نیست اصلا؟ نه بابا چی میگی؟ یه روز معلممون گفت بعضی اصلا کوچوله به دنیا میان، مگه نه بابا؟ شامت کف کن. قربون همون تورا خانم که اجاقش کوره، کاشکی منم نروک بودم. داشتم الان غیبتتون میکردم. این که چه زاوه؟ چه خوب شد که شنیدی، گفتم قربون این تورا خانم با اون دست بختش. انسی سر غذا خوب نیست آدم اینقدر حرف بزنه. خانم بزرگ جون پس چرا نمیفرمایی؟ قدسی جون بیا چند تا قاشق از این کاچی بخور تا قوت بگیری. قربون دست تورا خانم، توری سگ و شیر بدم بعدا. خانم بزرگ شما بفرمایید سر سفره، من مواظبتش میکنم. تو عقلت نمیرسه، برو شام تو بخور. از زاو کسی باعث پذیرایی کنه که یه شکم خودش زاییده باشه. بله
وا خانم بزرگ چقدر سرکوف میزنی؟ توران خانم یه زن تموم عیاره. خب نازاست که باشه، حالا من که ده تا شکم زدم کجا رو گرفتم؟ هر بچه‌ای که به دنیا بیاد مثل یه میخ طلا زندگی زن و شوهر رو محکم میکنه. زندگی ما الان هشت میخ هست. راستی اگه اون دوتا بودن که ده میخه میشون ما حالا خوشبختی مثلا خوشبختی داره از در کلت بالا میره دیگه. بس بچه ها ولش کنیم بذاریم شامشو بخوره، نه به این شوری و شور و نه به اون بی نمکی. بریم بینم زود باشیم. چرا دوران خانمون نمیبری پیش اون دکتره؟ زنم ببرم بدم دست دکتر مرد مایده. چاره چیه؟ آدم مجبوره. من اگه قیمه قرمه من بکنن آه پیش دکتر مرد نمیرم. از قدیم گفتن دکتر محرمه. مگه نه خانم؟ اگه آدم مریض دم مرگ باشه نمیره، همه جونشو نشونه یه مرد گردن کلاف بده. برای اینجور چیزا بهتر آدم بره پیش دکتر زن. دکتر زن که معاینه کرده فایده نداره. مثلا همین دکتری که بهت معرفی کردم میگن معجزه میکنه، خودت چه رفتی پیشش دیدی چه آدم نجیبیه؟ میدونم اما آقا توران خانم راضی نمیشه. خب توران خانم هم حق دارن، تا وقتی آدم دکتر نرفته امیدواره، اما اگه دکتر بگه دوا درمون فایده نداره به چی میتونه امیدوار باشه؟ دیگه آدم ناامید میشه. این حرفا همه نسیاست. پاشو دست زنتو بگیر فردا ببرش دکتر، اینشالا با یه نسخه خوب میشه. اگرم نشد اقلا تکلیف خودشونو میدونم. توران خانم شما منقدر سخت نگیر، یا زنگی زن یا رومی روم. آره قربونت برم، همین فردا با محمود آقا برو خودتو نشون بده. نه خیر فردا نمیشه. مگه نه امو جون؟ به تو چه بچه فضولی میکنی؟ آخه امو جون قول داده فردا ما رو ببره پارک کودک، مگه نه امو جون؟ آره امو جون میبرم، همه تونو میبرم. عروسکی قشنگی من مخمل پوشیدی، تو رخت خوابی مخمل آبی خوابیدی. عروسکی من چشماتو با کن، وقتی که شب شد اون وقت لالا کن. پری اینجا پارک کودکه؟ آره اینجا پارک کودکه. سری اینجا پارک کودکه؟ آره یه مگه نمیبینی چقدر عکس بچه به دیوار زدن؟ تقی اینجا پارک کودکه نه؟ نه قیزری میگی اینجا پارک کودکه. به اینجاست اکبر، پارک کودک هم اینجاست، پس پاشو بریم بازی کنی. امون گفت یواش با هم صحبت کنیم، مگه نشنیدی؟ پس اینجا پارک کودک نیست؟ نه اینجا اتاق انتظارشه. اصغر اینجا اتاق انتظار پارک کودکه؟ نه اینجا اتاق انتظار دکتره. مگه نه عمو جون؟ چی؟ اینجا اتاق انتظار دکتره؟ آره جونم آره. دیدی گفتم؟ این انتظارش دیگه از همه چی بدتره. آره خیلی بده، از اون بدتر نگاه مردمه. مثل اینکه با نگاهشون دارن به من میگن بیچاره بنده خدا، با دست خودت زنت آوردی اینجا که نشونه یه مرد غریبه بدی. دلخوره دوندون شده. شماره 5 بفرمایید. اختر جون خلالم کن، شما باید بمونین خانم. من باز همراهشون بیام خانم؟ نمیشه خانم جون نمیشه. اختر جون میترسم یه بلایی سرم بیارم. به نظرم تورم را ندن. نه چرا، به شوهر اجازه میدن. اگه اجازه ندادن چی؟ اون وقت اصلا نمیری. وای خدا مرگم بده. یعنی چی شده؟ محمود آقا جون پاشو بریم. نه ناراحت نباش دیگه اومدیم، بشین. تمام بدنم مثل بید میلرزه، فکرشو که میکنم باید خودم رو به یه مرد نامحرم نشون بدم از قصه میخوام سکته کنم. سگه جای من بودی چی کار میکردی؟ خون خونم رو داره میخوره. میدونم راست میگی، هرچی باشه مرد غیرتش قبول نمیکنه. پاشو بریم. بریم. بفرمایید. بریم دیگه، چاره نیست. معذرت میخوام. من با ایشون نمیشه آقا، معذرت میخوام. من باید همراه زنم باشم. نمیشه آقا، تو اتاق معاینه هیچ کس رو راه نمیدن، من خودم بالای سرشون هستم. نه خیر من باید بالای سرشون باشم. نمیشه آقا. آقای دکتر. آقای دکتر. بله. این آقا میخوان بیان تو. نمیشه آقای عزیز، هر کاری یه قانونی داره. بفرمایید خانم. محمود آقا.
حالا تو زوار میکنم چهر چهر خفلک Thank you.
بریم بریم بالا بریم بالا بریم بالا شلوغ نکنیم بچه‌ها. یه دلم میخواست تمام این بچه ها مال من بودن. من اگه یکیشم داشتم بسا مامی این تو قبول نکنم که عملت کنه چارش مگه نشنیدی دکتر گفت چند درصد خطر مرگ داره. مگه تو بچه دارت نمیخواد؟ چرا؟ اما اگه خدای نکرده طوری بشی؟ چرا طوری نشدم؟ عوضش بچه دار میشه. اگه رفتم میتونی زن بگیری و بچه دار بشی. اگه میخواستم زن بگیرم تا حالا گرفته بودم. سرنوشت ما این باید باش عادت کنیم. خیال کنیم بچه های احمد همه مال ما هست. چطور میشه؟ مال مردم ما به تو میگه بابا نه من و ماما صدا میکنی تو یه بچه میخوای که به من بگه بابا به تو ماما بگه. آره چه غلطهای زیادی این فضولی ها به تو نایمده گند از سرت داره بالا میره. صابون نزنی. خیلی خوب بیا ببینم فاطمه خانم این بچه ها رو بده دست ننه سکینه بگو یه لیت بزنه بیرونشون کنه. مگه خودتون نخ نمیشی؟ نه من باید به این کارا برسم. کی شربتو به بسته قربون دست. زنی زاوی رو بندازیم دارم میارمش. خیلی خوب. سلام خانم. الان بخود مجتمالتون میدم خستگیتون در بره. محمد مادر جون مواظب باش لیز از نه حوله نیفته پایین. نه نه تو هم پشت بگذار پشت بگذار. الله حسد لعلام مادر این جامو بگیر. یورو جک به چی داری نگاه میکنی؟ جونم مرد شده حالا دیگه قوره نخورده مویز شدی بلا بگیری وقتی به ننه هاتون میگیم پسرهای بزرگ و نیاریم همون زنونه واسه اینه دیگه ازم دور جهنم. حالا میتونی با اون چشای خیزت نگاه کن که نگاه کن خور شده عجب دور و زمونه شده دردت نرم شه بلا بگیری الهی. ننه سکینه اومدم بفرسی همون مردونه جون. هنوز هفت سالش تموم نشده چیزی سرش نمیشه. به قد باباش سرش میشه. پس دفعه دیگه باباشم بردار بیار. چشم میارم. برو دم در بشین تا من بیام. بیا بچه تو بگیر مادر. به ننه سکینه بگو بیاد کارش دارن آقا کوچولو. آقا کوچولو منو دیگه تو همون زنونه راه نمیدن آقا بزرگ. ننه سکینه. بله خانم بزرگ. اینم خلعتی زاو مال تو. دست و پنجه شما درد نکنه ایشالله واسه تو خوش قدم باشه. خانم بزرگ سلام من کو. بیا اینم مال تو ذلیل نشی الهی. ننه سکینه این دخترت خیلی بانمک ها کوچیک شماست. همی فقط بانمک هم خوشگل نیست. خوبه خوبه خوشگلی واسه همه شانس میاره واسه تو بدبختی آورد. هیچ هم بدبختی نیورده هر کی خره من پالونشم. خانم جون من از دست این دختره آخرش دقمار میشم. چرا؟ مگه چی شده؟ شما که غریبه نیستین. دختره زیر سرش بلند شده اینقدر زیر پاش نشستن تو از را به درش کرده. ننه سکینه
بیا اینم بابای بی ارزش اصلا کلاش پشم نداره اومدم بابا بیا این کیسه رو بگی بذار یه گوشه شب بیارش خونه باز رفت که از این جونه برای از اون نارای گردن کلفته از سوختون نونوایی گرفتمش 100 تومن قیمتشه آه گوش کن چی میگم هنوز دندونشو نکشیدم دم دست نذاری مردشو ریخت تو ببرن با اون مارات ساکینه بیا یه امونکی باباتو بگیر بده من بهش میدم چی ها؟ ماره آی خواه از هرچی بدم میاد سرم میاد گناه داره تو را خانم دردش میاد حیوان زبون بسته تمام تنم مرمور شد تو از مار نمیترسی نه من از بچگی با مارای بابام بزرگ شدم دست و پا کن شوهرش بده با این کارا که میکنه و با یه طول سگ آخه کی میگیرتش تازه ادعاشم به عرش میرسه به قول معروف پایین پایینا جاش نیست اون بالا بالا هم راش نیست خانوم تو رو خدا به کسی نگیدا توف سر بالاست تازه کیا حواسش گل کرده میخواد بره تو کافه برخصه خدا مرگم بده بزن تو سرش آب توبه به سرش بریز شوهرش بده ای خانوم اگه گوش به حرف من میداد دیگه چه قصه ای داشت بدار به اختیار من خودم درستش میکنم وا خانوم بزرگ میخواییم زاو رو ببری شماها برین من بعد میام بیا ببینم خانم خوشگله ننه تو چرا شوهر نمیکنی حالا کو شوهر خودم واسط پیدا میکنم زن من میشی آیری خیلی خوب مادرم میفرستم خواستگاری باشی اون وقت چی کار میکنی بعد عروسی میکنیم دیگه یه خونه برات میکنم نه باباش هم بدتره دختر باشو برو خونه تون چه دور و زمونه شده اکبر تو هم بلند شو برین یالا برو ببینم فعلا یواشکی سیغه میکنیم وقتی شکمت اومد بالا یواش یواش زیر پای تورانو جارو میکنیم بچه که به دنیا اومد خودش وای نمیسه میذاره میره اگرم خودش نرر محمودو وادار میکنم بیرونش کنه محمود دلش پر میزنه واسه بچه هیچ وقت مادر بچهشو که خوشگل و بانمک ول نمیکنی زن 10 سال پیششو بچسبه خانوم بچهشو چی کار کنه؟ اونم بیارش خونه ما محمود دلش قش میره واسه بچه نه خیر گولی رو خودت میگردار من حوصله ندارم وقتی ریختشون بینم یاد بابای قرمساقش میافتم خدا مرگم بده خانوم میبینی دختره چش نداریم بچه طفل معصوم و زن وقتی از پدر بچه خیری نبینه از بچهشم خوشش نمیاد این قاعدش خب چی میگی حاضری؟ خانم جون سیغه یا عقدی؟ نه خیر همینجوری به نقدی من سیغه نمیشم اولش سیغه میشی بچه که به دنیا اومد عقد دائم میکنی بعدم اولی رو طلاق میدیم تو میشی خانوم خونه اگه طلاقش نداد چی؟ بچه که دنیا اومد طلاقش میده اصلا سیغش سر میاد یه سال دندون رو جگر میذاری عوضش خودت و شوهرت صاحب یه بچه میشی یعنی محمود آقا صاحب بچه میشه آره برا تو هم از بچه سرایی بهتره اقلا خاطر جمع میشی تخمه تره که شوهرته دروغ میگم نه اما نمیدونم چرا دلم را نمیده به دلت بد نیار خودت امشب با محمود آقا صحبت کن تا بیشتر قدر فداکاری تو بدونه شبی هم که عروسو میاریم اصلا به روی خودت نیار بگو بخن مهمونداری کن دخترم زیدی ما بیدی لی 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 ای یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا امشب چه شبیز شب مراد است امشب خانم بزرگ شما بزرگترین بفرمین رو دست به دست شده بیم دیگه ایشالا مبارک مبارک دخترم الهی به پایم پیر شید مبارک باشه مادر گلگونه تو برم ایشالله به پای هم پیر بشید خانم بزرگ بیام خانم بزرگ شما بزرگترین دست به دستشون بید من بزرگتر هستم اما دلم میخواد توران خانم بزرگتری کنه توران جون برو دست به دستشون بده اخماتم واکن برو مبارک باشه
خب دیگه خانم بزرگ، مثل اینکه ما باید دیگه زحمت رو کم کنیم. بفرمایید. نه نه انسیه، بچه ها تو زبط و رفت کن. یا هیو یا قیو یالا بچه ها، بچه ها دود باشیم بیان بریم. پاشو پاشو پاری کام بودو. یالا یالا پاشو بینم. بس دیگه بلنشیم بریم خونه. بجام بیم. آه تو هم پاشو بودو جونم. بودو بودو پاشو یالا تان ترسی پاشو بودو جونم. پاشو اما که زن دوش پس چرا پایزم زن گرف ها؟ چرا زن گرف؟ این فضولیا به تو نیومده. بریم بریم بیا بیرون خجالت بکش. نه تو بزرگ میشی چند تا زن میگیری؟ من اصلا زن نمیگیرم، من سه تا شوهر میکنم. تو غلط میکنی، زن نمیتونه دو تا شوهر داشته باشه، اما مرد میتونه دو تا زن داشته. چرا مگه شهر هرچه؟ این حرفا به شما فسقه یا نایمده. گمشین بری خونتون ببینم. مرد گنده تو خجالت نمیکشی؟ کاش که تو هم بچه هم بشه. خیال نکن منم مثل توران خانم میرفتم واسه زم میگرفتم. یالا بیرون. برو بیرون. شما پس چرا نمیای؟ آقازادتون حوث تجدید فراش کرده. احمد بله از بچه گیشم ایز بود تخم و تره چشم به خودش. ناراحت نباش. تو اینجا چی کار میکنی؟ با ترسیدم ناسلامتی مادر عروسم، بلکه بچم یه چیزی لازم داشت. دختر شب عروسی تو حجله هول میکنه. دختر؟ نه بیوه زنی که یه شکمم زاییده باشه. برین کنار خانم بزرگ. چی رو بخوای تماشا کنی؟ همونی که تو میخوای، همون چیزی که تو میخوای ببینی. من حق دارم ناسلامتی مادر عروسم. منم مادر دو مادر. خانم بزرگ والا خجالت داره. فهم بروزی باده بینم. این رو جد تو چرا نمیخوای؟ انسیه بیا. چی میگی؟ یه کاری کنیم بچه ها زودتر بخوابن، داره مرمورم میشه. بیدی بکر پانتی اصلا بشه بابا خفه شدم. بگیریم بخوابیم، اینقدر گول نزنیم. یالا دیگه این زیپ منو باز کن بینم. ای بکر ماما اینا لاف رو من میکشم. دیگه مگه لاف مال توه؟ نه خیلی فقط مال خودته. این لحاف مال همه تونه. من لحاف ندارم. اونم مرد شده چرا همچی میکنی؟ بگه بخواب. مگه نگفتی لحاف مال همه مونه؟ من میخواد سهم خودم رو بایستاده بخوابم. یعنی چیه لایی مرد و ماسو بخواب. احمد آقا این بچه ها رو مواظب باش، من الان برمیگردم. برو تو سند خونه، منم میام. خجالت بکش، طول سگه داره لگت میزنه. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگان خانش نه خانش پسر. آخه نوبتیم باشه، نوبت من خانم. خدا مرگم نگاه میکنی دستو بکش. بگیم این خانم بزرگ خانم بزرگ میکنی دستو بکش. اینم چه خبره؟ همینو کم داشیم، نگاش کنیم با شکم پر خجالت میکشه. والا من خیال کردم توران خانومه. تو اینجا چی میخوای؟ همون چیزی که شما میخوای. بس دیگه بیا کنار. وای بابا منده هم خورد شدن. خب شوهر داره تو اینجا چی میخوای؟ برو به شوهرت برس. واسه تو عیب. برای من عیبه، برای شما خیره. بریم که من که ازم گذشته، خانم بزرگم شوهر نداره. من ازم نگذشته، شوهرم دارم. اینا رو هم میخوام تماشا کنم. منم نمیخوام تو تماشا کنی. چه خبره؟ چی میخوای شما اینجا؟ این مبارکت باشه الهی. الهی که قربونت برم من که انهو. خدا بیا چه تروفی. خدا رحمت کنه پدرتو. ننه چطور شد؟ شطور رو کشتن؟ چه میدونم؟ من اصلا بدبختم. بهت دست نزد. چرا؟ اما گفت شب اول باید تو اتاق زن اولم بخوابم. دیدی که رفت.
میدونی که چقدر من تو رو دوست دارم. تو خودت اجازه دادی، خودت رفتی خواستگاری، خودت ما رو دست به دست دادی. من یه موی گنده رو با هزار تا مثل سکینه عوض میکنم. والا چه معنی داره؟ ما تا دیده بودیم اینجورشو نایده بودیم. دختره داره خواسته دیر میکنه. راست میگه خانم بزرگ، شما پادر میونی کنی. بچه که نیست برم گوششو بگیرم. از اولشم به شما گفتم دخترت باید دو سه ما دندون رو جیگر بذاره. محمود زنشو دوست داره. چه حرفا، مگه دختر من زنش نیست؟ اینم باز دوست داشته باشه. شب اول که این بلا رو سرش میاره بعد از بابا ما میخواییم بخوابیم. تو حالا ونگنگ بچه نمیذاش، حالا هم سرصدای شما ها. این شب اگه به خاطر سر جاش بخوابه کاری میکنم، کارسون خون به پا میکنم. جواد آقا بیا کمک کنی و خون به پا میشه. مگه چی شده این سی خانم؟ محمود آقا حاضر نیست بینه پیش عروس بخوابه. چرا از جواد کمک میخواد؟ بیوارو تو ببینم چه خبر شده. فامیل باید به فامیل خواهی نداره. پاسو از در بذاری بیرون. آزد به سره بلم کن بابا. هرچی دوتا زن میگیره قاعده و قانونشم باز یاد بگیره. شماها اگه نمیگین من خودم میگم. خیال کنسته میتونین دخترم مفهوم منو دق مر کنین؟ به من میگن ننه سکینه نه برگ چغندر. حالا حالیتون میکنم. ننه سکینه پاش بیا بیرون. امشب اگه تکلیف تو روشن نکنی تا ابد کمکت لنگه. پاش بیا بیرون، انگار نوبرش آوردن. محمود آقا، محمود آقا، آی بابا چیه؟ چه خبره که داد و فریاد را انداختی؟ الان همسایه ها میریزن رو پشته بون. ما آبرو داریم زن. ما آبرو نداریم. فردا اگه بفهمن دوماد دختر من گرشه تو حجله و رفته کی میگن؟ الان خب میگن که بگن. بیا بیرون، پشت بیا بیرون، ببینم مرگم بده بیرون. چه خبره بابا؟ این چه الان چنگه یه را انداختی؟ من از جمع این خونه نمیمونم ننه. این عروسی رضایت خودم کردم که لعنت خود. خب بسته بسته دیگه. دیدی چه دیری دوست داره نازنینم و بس بس. هیچ، محمود آقا از حجله اومده بیرون، عروس قرد. اول گفتم دخترم چی شده؟ به نظرم دوبار تو زنگ از شما در اومده. همینه که هست. میخواییم بخواییم نمیخواییم نکن. اتاق خواب من اینجا. محمود آقا بیا بگی بخواب. مگه با همومی هم میشه دهن به دهن گذاشت؟ همومی؟ خیلی دلتون بخواد. دختر من هزار تا خواهون و خواستگار داشت، همه رو رد کرد اومد سر آبود. محض گل جمال خانم بزرگ بود که تم به این کار دادم. بیا بریم. شاید کمک من لازم باشه. چرا که مسجد حرومه بریم ببینم. چرا تو خدا این بسر؟ نه محمود، خدا رو خوش نمیاد. شب اول عروسیشه. بیا سکینه جون، بیا دست شوهرتو بگیر و ببر تو اتاقت. صبر کنین، صبر کنین، صبر کنین. تو را خانم بزرگ، تو را خود شما یه چیزی بگیر. یه دقیقه دندون رو جگر بذار. چقدر من نمیخوام تو ناراحت بشی. فقط امشب رو به من اجازه بده. از فرد شب یه فکر اساسی میکنیم. اجازه میدی؟ ناراحتی؟ من که چیزی نگفتم. دلم میخواد بگی. بگو برو. ننه محمود بیا، بیا برو بگیر بخواب. برو گریه نکن دختر، همه چی درست میشه. یه خوردن به فکر دختر بیچاره من باشی. این بیچاره امشب عروسیش از حق نباید گذشت. خانم بزرگ بالاخره راضی شد بره تو اتاق دختر من. تو شب عروسیته، حقته. نگرانم. اما آخه اونم زن اولم، دوستش دارم. نمیخوام چشماشو پر از عشق ببینم. تو رم نمیخوام اینجا. اتاق اون بره این گریه میکنه، تو اتاق این بره اون گریه میکنه. این ترازو، این کفه بره پایین، اون کفه میاد بالا. اون بره بالا، این میاد پایین. مگه خودش عوضت شقه کنه، اونم کنه میشه. نه اینطور نیست ننه. مرد اگه عاقل باشه میتونه هر دو رو راضی نگر. قدیما چهار تا زن عقدی میگرفتن ده بیست تا سیخه. همچی رفتار میکردن که صدا از هیچ کدوم در نمیاد. مرد باز عاقل باشه و با عدالت رفتار کنه. من عدالت رو رعایت میکنم. از فرد شب هر سه توی اتاق میخوابیم. یه تخت خواب سه نفره سفارش بده. بالا تخت خواب سه نفره؟ بله، به اندازه سه نفر جا داشته باشه. با خانم بچه هم میخواین بخوابی؟ نه، بچه که من هنوز ندارم. آه، فهمیدم.
دوست داریم قلط و قلط بزنین. شما تهرانی هم عجب اختراعاتی میکنین. فرمودید طول و عرضش چقدر باشه خورمان؟ طولش به اندازه همه تختا، عرضش به اندازه 3 نفر. آها، یعنی به اندازه 2 نفر. یکی هم جای قلط و قلط باشه، بله؟ نه آقا جون، به اندازه 3 نفر کامل و بالغ. ببخشینه، خوب دستگیرم نشد. فرمودید اولاد که ندارید. نه خیلی. شما و خانم این دوتا، نفر سوم کی باشه آقا؟ چرا اصول دین میپرسی آقا جون؟ نفر اول خودم، نفر دوم و سوم هم زنای من. من دوتا زن دارم آقا. خب این تخت که حاضر میشه؟ چند در میاد واسه ما؟ بله آقا با شما هستم، چرا ماتت برده؟ بله متوجه هم، بله تنالیم میشه. به چی فکر میکنیم؟ تو فکر خودم بودم. ببینم ستایی روی تخت خوابیدن؟ نه هنوز نخوابیدن. نه بچه نمیه بخوابی تو ران خانم؟ دوران خانم اومد. سکینه خانم، برای شما هم جا هست. مرد شور جواب چیه؟ چطور شد؟ هنوز هیچی. پس چرا تو نمیای؟ من نمیتونم میونه ده تا چشم پلو شوهرم بخوابم. ده تا چشم کجا بود عزیز دلم؟ به غیر از چشم من دو تا چشم دیگه هم اینجا هست که تو باید بهش عادت کنی، اونم باید به چشم تو عادت کنه. ظلم به سویه عدله. اونو نمیگم که اونجا الان ده تا چشم پشت این درها دارن ما رو نگاه میکنن. یعنی چه؟ خجالت هم نمیکشن. این کارو چه معنی داره؟ هر کی پشت در وایسده ما رو نگاه میکنه بی ایمونه، مذهب نداره، خدا و پیغمبر نمیشناسه. تا 3 میشمرم، اگه صدای پاتون رو نشنفتم که داری میرین به اروای خاک پدرم. هر چی دیدین از چشم خودتون دیدین. 1 2 3 جمع دارین. بیا باشم. دیدین؟ جذبه رو دیدی؟ رفته تقصیر خانم بزرگ. تقصیر خانم بزرگ. تو اتاق خجالت رو میشنه برای اینقدر داد نزن. صدا تو میشنه افو قدسی خانم، اینقدر جیغ نکش. بیا بگی بخواب. به نظرم سکینه بود. محمود بود. ما تا شنیده بودیم عروس و ایده جیغ میزنه. لابد وقتی عروس دوتا باشه تو مات باید جیغ بکشه. اصلا شما دوتا چرا نمیرین به شوهراتون برسید؟ یالا بودین. حالا نمیشه منم دید بزنم. آجا جیغ برو بابا، برو به شوهره برسید بزنم. چیه؟ بسمینم.
خانم بزرگ، خانم بزرگ، خانم بزرگ، احمد آقا نیست. شاید قاطی بچه ها خوابیده. نه، من همه جا رو دیدم، اصلا تو اتاق نیست. پس کجا رفته؟ گمونم. ایوه خدا مرگم بده. حتما رفته زیر تخت. از کجا میدونی؟ شبم رفته بود. خدا مرگم بده. بیبری ببینم. بیاری که؟ منم مادر. یه دقیقه در واکن، کار واجب دارم. واکن مادر. بله. چی شده؟ بیا بیا. مرد شوره تو رو بیا میکنم. خاکش داره مرد گنده. هشت طوله پس انداخته، هنوز دست بردار نیست. حالا خوب نصفش زیر زمین شده. یلا. بیا. دو ساعت همه خونه رو زیر رو کردم، آقا تو هجله قایم شدم. تازه به جاهای باریکش رسیده بود، نذاشته سیاحت کنم. باید مو به مو برام تعریف کنی اونا چی کار میکردن. همه چی رو باید برام تعریف کنی. بچه ها خوابن. آره خوابیدن، بریم. آی دو ساعت دل آقای صدم کمرم خوش خوابیدن. میگم خانم بزرگ، چرا دور زمونه اینجوری شده؟ چه میدونم والا، میگن از این روغن نباتی ها. لایی ننه برو بالا گلی جون، بیا بیا مامانو بوس کن. بودو بوسش. برو گمشو، حسنه ندارم، دارم میمیرم. سکینه خانم، خدا رو خوش نمیاد، یه هفته از شما رو ندیده. من چی کار کنم؟ بره لا دست بابای قرم ساخش. نخور برات خوب نیست ننه، برو بالا. قربونت برم. مامان منی دوست نداری؟ عوضش من تو رو دوست دارم. تو که مامانم نیستی؟ دلت میخواست من مامانت باشم؟ محمود آقا، محمود آقا، همینجوری نشستی؟ چیکار کنم؟ باشم وایسم؟
سلام علیکم. ایوا خاک به گورم، اینقدر ذوق زده شدم خانم بزرگ که یادم رفت سلام عرض بکنم. عذر میخوام، باز ببخشید. محمود آقا مشتلق. چیه مگه چی شده؟ مگه ندیدی دخترم اوق میزد؟ خب حامله شده دیگه. آره. نه همچینم معلوم نیست، شایدم سردیش کرده باشه. بیا این چای رو بگیر بخور، دست شما درد نکنه. این حرفا چیه خانم بزرگ؟ مگه دفعه اولمونه که این چیزا رو میبینی؟ جواد صبولت خوردی؟ این بچه رو بگیر بسه یه لقمه سالم از گلون پایین بره. من حوصله بچه داری ندارم، ادارم گیر شده. وای پنابر خدا، خداوند عالم ببین نعمتو به چه کسانی میده. بدش باید بدش باید تو مادر. مومونی خوبه رو خدا، تا یه مهربون تر از مادر نشین، بچه رو بدین به من. باشین بریم به نعمتی که خدا به خودتون داده برسین. محمود آقا وای ننه چه بچه قشنگیه. چرا نمیره پیش مادرشم؟ دوستش نداره، خاک بر سر، گل به این قشنگی رو نمیخواد. بدش بابا، من میخوام. بیا گلش. به تو میگی ماما؟ بچه از هر کی محبت ببینه همون مامانش. آره گلی جون، مامانو دوست داری؟ آره. محمود آقا پشیمون شدم که اون بچه رو نیاوردیم. ای کاش میآوردیم. وقتی خودشو به من میچسبونه ها دلم ضعف میره، مثل اینکه گوشت تنم باشه کی میشه. حالا هم طوری نشده، خیال میکنیم که دوتا بچه داریم. بیا بغل بابا گلی جون. بیا بیا قربون اون لابای خوشگلت برم مومون. خدافز. خدا به همراهت. خدافز شما. خدا به سلامت. شما به محمود آقا حالی کنین که زن آب سن دل نازک میشه، یه خورده بیشتر ملاحظه سکینه رو بکنن. دیگه میخوایی چی کار کنی؟ بچم از شیر مرغ تا جون آدمیزاد برای هر دوتا زنش فراهم کرده. میگم یعنی تا وقتی سکین آبستانی شبا تناش نذاره. به اونا که هر ستا تو یه اتاق میخوابیدن، اومدی گفتی نمیشه، باید اتاقشون جدا بشه. خودت اومدی معین کردی یه شب پیش این بخوابه یه شب پیش اون، حالا باز دب در آوردی. من که از این رفتی گرم. خدا حافظ. خدا حافظ. مادر من رفتم، خدا حافظ. دیرم شده. محمود آقا از امروز باز بیشتر مواظب سکینه باشی. زن آبستن دل نازوکه ها، اگه هرس و جوش بخوره با بچه خودتون کج و کله در میاد. میدونم. مادر توران خانم قدسی، خوب گوشاتون رو واو کنین ببینین چی میگن. از امروز باید مواظب سکینه خانم باشین. میخوام یه کاری بکنین که آب به دلش تکون نخوره ها، مخصوصا یادتون باشه که نباید عصبانیش بکنین. خدا برات خوش بخواد. قدسی خانم جون بچه تو بگیر. وای خدا رو شکر دخترم سکین بخت شد. ننه سکینه، سکینه جون شنیدی چی گفت؟ قرص در جاد بشین، دیگه توپ هم نمیتونه داغونت کنه. حالا پشو برو دنبالش و ازش خدافزی کن. پشو پشو تا نرفته. یادت باشه اخم و تخم نکنی یا بودو مادر، بخند و برو. اون هاشش هنو نرفته، بودو مواتو تکون بده و بخند. تو ندویا. نه نه محمود، نهار چی میخوری برات درست کنم؟ محمود آقا، محمود آقا. بله. خانوم میگن نهار چی میخوری؟ هر چی سکینه خانوم میلش بکشه. تو چی دوست داری؟ من قرمه سبزی. قرمه سبزی. یک کیلو گوشتی که دیشب خریدم، همه‌شو بریزین تو خورش، یادتون نره. سکینه خانوم باید قوت بگیره. تو را خانوم خداحافظ. بکنه بیستش میگم مر بپری، مر بپری. سکینه خانوم اینا دست شما رو میبوسه. وا بدین من بشورم، بچم با شکم پر مگه میتونه دلار راست بشه؟ مگه محمود آقا نگفت یه کاری بکنین آب تو دلش تکون نخوره؟ یه استکان شستن که اینقدر بگو مگو نداره. ما نه ماهمون بود سه من برنج آب کش میکردیم. این کارا با زن خونه. مگه سکینه تنها زن این خونه؟ مقصودت به کیه؟
قدسی که زن بچه شیردست، توران خانوم هم بزرگتره، هم داره نوت رو نیگر میداره. منم که ناسلامتی بزرگ خرم. پس میمونم کش خونه. پس بفرمون کلفت آوردیم. نه خیر، عروس آوردیم که زیر بالمونو بگیره. برو ننه، اصلا نمیخواد بشونی به تو. چه مگه کلفتی؟ یه کاری چه پاشن دم سابیده. ننت یه عمر تو عروسی و عزا تو خونه من کار کرده. یادت نره که ننت دلاک همومه. 20 سال سر و تن همه ما رو شسته، 20 سال دیگه هم باید بشوره. بله، هرچی هست که الان مادر زن ارباب یادم، از هیچ کدومتونم کمتر نیست. ننه سر به سرشون نظر بسته خانم بزرگ. خیال نکنی تخم پسرامو تو شکمت کاشتی، هر غلطی که دلت بخواد میتونی بکنی. خانم بزرگ ولش کنی، حیف شماست که دهن به دهن این همومیا میذاری. اگه 100 تا شکمم بزایی، پسرام یه موی جندیده این زنی نجیبشو با 100 تا لگوری مثل تو عوض نمی کنه. مادر فلاتری پیر سک، بگم پشت سر این عروس نجیبه چی رو خواهد؟ این همه یه حاله تو دیگه خجالت نکنه. این همه یه حاله مادر منه، هرچی گفتن حق داشتم. حیف که پای محمود در میونه، و الا لنگ تو می گرفتم مثل خدا. باشه خدا بزرگ آدم، قلبتون خطر داره. آخه اون که آدم نیست. خب الانه برم کن در سرمازش رو ببند. ای ماشالتون بشه خانم بزرگ، محمود آقا همه سفارش کرد هنون نرفته، یادتون رفت؟ برو کنار بینم، اینا حرفای خودشون یاد چون میره، باید حرف یکی دیگه. تره رو بردم قاطق نونم بشه، قاتل جونم شد. چی رو یادم رفته فاطمه؟ به نظر بگم بگو داخل اگه بگم اون عروسیت میفهمه که تو مثل مادرش نیستی. همینی که میگی مثل مادرمه، به من گفتش بیا سیغه محمود آقا بشو، وقتی بچه دار شدی زیر پای توران خانم رو جارو میکنم. واه پناه بر خدا، دلیلت کنه الان بی خیالش باش. همچین که طول سگ تو زمین گذاشتی، لنگ تو میگیرم از این خونه میندازمت بیرون. آره سنار بده آش، به همین خیال باش. این دستم بیرون حالو تور سگتون رو زمین نذاشته، همه تون رو این خونه بیرون بکنم. بیا برو تور کنمه خب خوب بباختم فکر کرد منم بردی، یه در زبون بدهم بگی بی حیا. نراحت نشین خانم بزرگ، شما بزرگترین، بیشتر باید تحمل داشته باشین. این دست گلیه که خودتون به آب دادی. الهی من قربون تو فرشته نازنینم برم، همش تقصیر من بود، تقصیر من بود، همش تقصیر من بود، همش تقصیر من بود. از یه دختری که دور کوچه ها بزرگ شده چه توقعی داری؟ قدسی جون، بلیوان آب خوردن واسه خانم بزرگ بیار. تو باسی خورده جلو دهنتو داشته باشی، خودت گفتی جات قرصه، دیگه توپم داغونت نمی کنه. خیلی خوب، یواش یواش بذار اول پیازت کونه بکنه، بعد فکر این چیزا رو بکن. اول باز حبوتو سیاه‌بخت کنه، وقتی زیر پاش جارو شد میری سراغ مادر شوهره. قدسیرم بذار واسه دست آخر. خانم بزرگ دارن نقشه میکشن هممونو بکشن. تو همین امروز باز بری پیش مولا باجی، اون 70 جور جادو جنبل داره، کاری میکنه که زرف ده میزنم. برو در واکن، همه شون کنده میشه، اون وقت تو میمونی و محمود آقا. پس حالا ننه جون قربون شکل دارم، تا میتونی باز کوتا بیای، نباسی همه قشقر را بندازی. فهمیدی چی گفتم؟ سلام مامانم زایی. چی زایی؟ پسر به خاک بذارم. خانم بزرگ خانم جون، انسی خانم زایی، تو توران با اصغر سلامت کن. سلام علیک سلام. تو و توران با اصغر میرین، میگین خانم بزرگ کار داشت اصری میاد. بریم ببینم. بریم. کارتون چیه؟ بیاین بریم دیگه. بریم بریم، تو هم نمیخواد بریم. چاره عقرب زده روغن عقرب بود. من میرم پیش ملا باجی. این نعل خرسیای بندریه. پندری؟ نه بندری. این نعل تو آتیش میکنی، رو آتیش قضا میپسی. اینم انبر نصارایه، یه قاشق مربا خوری میریزی تو همون قضا. اسم و کس که باسیا بخت بشه نیت میکنی و این بردم میخوانی. میکائیل، جبرائیل یا ابا مره قضا رو هم میزنی، اون وقت او کس که باسیا بخت بشن میشه. خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنی. اون قدم شما خدا خوش آمدی مشرف فرمودین.
یه طرف باید خودتو هر چی میتونی تو دل محمود آقا جا کنی، از یه طرفم باید با جادو و جنبل اونای دیگر رو از چشش بندازی. برو تو، برو. این نعل خوشبختی مادر به چه درد میخونه؟ میذارم تو آتیش، روشم خورشت قرمه سبزی رو میذاریم، انبر نسا رو هم میریزم تو خورشت قرمه سبزی، همجور که این دید جوش میزنی دل محمودم باز تو میجوشه. این برای مهر و محبت دختر جون. در دیگه برد برم، در دیگه برد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا میکاری بق پامره یا جبرایی قنز و جن یا عوامره یا پیگر. توران خانم نهار حاضره؟ شوهرت اومد، پاشو برو پیشوازش، مثل پروانه دورش بگرد. برنشو بینم، برنشو، یادت باشه ما تو تکون بدیم و لبخند بزن. ای تو کجا میای؟ بودو برو خودتا شیرین کن، نظر از غذای اون بخوره. خانم بزرگ من از یه حق روزیه بلد چاره ای نیست، برو. بسم الله الرحمن، به حق بیکاری. بگیم خانم نهار حاضره؟ بله محمود آقا، امروز یکم دیر کردیم دیگه دیر کم کم دلم شور میفته. من همیشه همین موقع میام دیگه دیر کردم. وای چطه مامان جون، لای قربونت برم، چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ مثل که امروز خیلی خسته شدی محمود آقا، بدینش بنا، بدینش بنا. سلام خانوم خانوما. نهار امروز مادر زنتون پخته. چی پخته؟ پلو خورش قیمه. سلام. سلام علیکم. بفرمایی نهار حاضره خانم بزرگ؟ امروز زحمت کشتن با دست خودشون واسه تو قرمه سبزی پختن. بفرمایی. نه خیر، محمود آقا امروز میخوان تو اون اتاق غذا بخورن. سکینه خانم چرا لجبازی میکنین؟ محمود آقا 10 سال تو این اتاق نهار میخورن. بفرمایی محمود آقا. خب 10 سال تو اون اتاق نهار خوردن، حالا یه روزم میخوان تو این اتاق نهار بخورن. بفرمایی محمود آقا، بفرمایی. چه خبره علم شنگ را انداختی؟ هر خونه یه قاعده ای داره. سفره خونه ما اینجا، سفره خونه شما اونجاست. پس تشریف ببرید، نهارتون رو میل کنین. دختر من با شوهرش میخواد تو اتاق خودش نهار بخوره. دختر شما با مادرش میتونه تو اتاق خودش نهار بخوره، اما پسر من باید با مادر و زن اولش نهار بخوره. لب بود که دندون اومد. خانم بزرگ میگم ما اصلا بی خود هرس و جوش میخوریم. ببینیم خود محمود آقا کجا نهار مهر میکند. محمود آقا این اتاق نه؟ محمود آقا نه این اتاق، نه اون اتاق، ویم نه اون الما اون. امروز تو اتاق مادر بزرگ نهار میخوری. بودو 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 خاله خوشبختی تو بغل بابا جون نشستی. گلیه گلی خانم. گلی پاش برو تو حیاط، محمود آقا را اذیت نکن. به خانم میشه چنه میچست. آه تو گلی نقل و نباتی، گل گلابی. بفرمایید. امروز چه خبرتون شما ها؟ مهمونی عبدالته؟ یه سفره این ور، یه سفره اون ور، این قرمه سبزی پخته، این پلو خورشت قیمه. بفرمایید، دو تا زن دو تا سفره، دو جورم پلو خورشت بد نمیگذاره که محمود آقا. خدا بخت بده. بله خانم. بیا بیا بگیر، توران باز مثل پروانه دورش بچرخه. سکینه ننه بیا بگیر، برو خود تو جا کن، بهش میدون ندیا. بفرمایید. خوشگل خوشگلا گوشه. آهای خلاص اسکه، چرا جای مامانت نشستی؟ الهی من دورت بگم. بعد بابا جلوی نا بشه پایینه. بادو جا بینجا بشه، بادو بینجا بشه، بادو بیا بشین بابا. این چیه اون مامانه؟ نه بابا برو پایین بینه. این زانو، این زانو هر دو چای گلی خانومه. گلی خانومه خوشگله. بیا خوشگله خوشگله و گلی خانومه. بفرمایی سر این صفره. باز مگه صفره با صفره فرق میکنه؟ بفرمایی سر صفره خودمون. اگه فرق نداره پس چرا اصرار میکنی؟ بفرمایی نه خیر، صفره خودمون. ایوا سب کنی بابا، حالا دیدی محمود آقا سب کنی بابا، یک سب کنی. نه من الان درستش میکنم. الان سر هر دو سفره نشستم. این رو از دستپخت مادر زنتون میل کنیم ببینیم چی کرده. دستپخت مادر خوشمزه تر از مادر زنه. پس اونای دیگه گوشن. خانم جان مادر چه نمیده؟ ننه قدسی کجاست؟ با جواد آقا رفته بیرون چلو کباب بخوره. بچه قدسی خانم بیدار شده. تو را خانم بیان بهش برسیم. من میرم بهش میرسم، شما به اون چی کار داری؟
خانم بزرگا چرا تشریف نمیارن؟ ننه من یه خورده سردلم سنگینه، نمیتونم نهار بخورم، به نظرم ثقل سرد کردم. خب شما تشریف بیارین. من اصلا اشتها ندارم جون شما، وقتی آشپزی میکنم و ابوی غذا سیر میشم. شما بفرمایید نوش جون کنید. سکینه گوشتاشو بریز واسه محمود آقا. مران جون زود باش بفرمایید. چرا شما همچی میکنی؟ یعنی چه؟ عوض این حرفا یه بشقا واسه این بچه طفل معصوم بکشین؟ گولی با عیزم غذا خورد. ننه اینو بگیرش. یه جوری به خوردش بدی. ننه محمود یه دقیقه بیا اینجا. از اون قیمه نخوری ها واسه جادو جنبر کردن. اون افریته با مادر مدب نزنی ها. شما چرا واسه خودتون غذا نمیکشید؟ شما بفرمایید ما میکشیم. نه خیر، فقط قیمه. خودشون خورش قرمه سبزی دستور دادن، واسه خاطر شمام گفتن همه گوشتا رو بریزین توش. قربون دستتون، من از قرمه سبزی شما میخورم، اما بذاریم محمود آقا از این قیمه میل بکنن. اگه بلرج بازیه حتما باید قرمه سبزی میل کنن. دیگه بزرگ زحمت کشیدن بهشون بی احترامی میشه. تو پس چرا واسه خودت غذا نمیکشی؟ من یه خود حالم خوب نیست، برنج خالی میخورم. شما بفرمین. اگرم میخواین ای قرمه سبزی بخورین، اول باید یه قاشق از قیمه عیزم بخورین بعد. حالا اگه اول قرمه سبزی بخورم بعد از قیمه عیزت بخورم نمیشه؟ نه دیگه، حتما باطل میشه. چی باطل میشه؟ من چه میدونم، از سکین خانم بپرسی. چی باطل میشه؟ وا من کی گفتم باطل میشه؟ توران خانم گفتن. وا بفرمایی. اگه من نینی کوچولو هستم که قاشق دهنم میذارید؟ اگه به اینه منم بلدم. بفرمایی. چند تا نهار میدی محمود آقا؟ سکین خانم دیگه داری من از خاله به در میکنی؟ بفرمایی محمود آقا. اصلا میتونی غذا نمیخورن؟ شورشو در بردین. به من چی کار داریم؟ میشینی غذاتونو بخورین؟ به خدا اگه اولا قیمه من نخورین میدونم که دوستم ندارین. توران خانم اجازه میفرمان که از قیمه ایشون بخورم؟ نه خیر، اگه این کارو بکنی پشت گوشتو دیدی منو دیدی. میرم خدا رو سر به نیست بکنم. اصلا قره کشی. هر کی برنده شد اونه میخورم. من برنده شدم، خودم برنده شدم. بوی چی میده؟ وا، بوی چی میخواییم بده؟ قیمه است دیگه، لابد بوی ادویه‌شه. بفرمایی، تو رو خدا این قدم ناز نکنی. نصب کن، یه ریزه اینو بو کن. بوی پهن میده. نیزه بکن. به به، آدم حظ میکنه. مال شما بوی پهن میده. بفرمایی محمود آقا. نه نمیخورم. اگه بوی پهن میده پس چرا میخواستی بخوری؟ بفرمایی. نه حالا نمیخورم، بعدا. ببینم این بوی پهن نمیده؟ نه. پس بوی پهن نمیده؟ نه. بسیار خوب، پس قاشق اول خودت باید بخوری؟ ای دخت توی حیات. وای ماشالله تو ماشه، داشتم خفه میشدم. خاشقو میچپونیم بی خرق آدم، میدونیم که من حالت دلاشوبی دارم. بفرمایین. معذرت میخوام، ببخش. اینو خودتون میل بفرمایین، اصرارم نکنین، من لب به این غذا نمیزنم. اصلا حالا که همچی شد از اونم نباید بخوریم. با چه حرفا، خیال میکنه بزرگتر این خونه شده. از این نخورین از اون بخورین. بفرمایی. به نظرم یه خود دیگه جای خودشو قرص ببینه، برای نفس کشیدنم باید از خانم اجازه بگیریم. همینه که هست. این خواهیم بخواهیم نمیخواهیم نخواهیم. این قرمه سبزیتونم واسه دم چاهچ خوبه. حالا خوب شد؟ زنی که خجالتم نمیکشه. این صدای چی بود؟ بارو بابا چی شد مادر؟ سرم خواهم الان دارو تشم کنم. خدا مرگم بده. بارو اقل نیم خدا رو سفت که قیمه اونه نخور. خوب خودم درستشم. دو قصده بود. امروز نهار نون پنیر میخوریم.
حالا تو چرا اینجا نشستی؟ باش برو تو اتاقه. میخوام سر به تن هیچ کدومشون نباشه. کیه بابا؟ اومدم. انگار سر آورده. چه خبره؟ ها. سلام عموم. ها که سلام. آره ها چیه چی کار داری؟ عموم کار دارم. خیلی خوب چی کار؟ مامانم گفت سر گوش عموم بگم. و بفرمایین اگه فردا شهریمو ندم از مدرسه بیرونم میکنن. خب به ما چه؟ برو بابات بگیر. مامانت غلط کرد. با اون موقع که عمو جون جور شما رو میکشید گذشت. حالا دو تا زن داره، پس فردام طول سگش به دنیا میاد. هری غلط کرده. نصف اون خونه مال منه، ارث باباست. پولی که محمود میده بابت کرایه خونه است. گریه نکن جونم، فردا میرم پدرشونو در میارم. دلجوری گریه نکن. ببین شب جمعه چطوری زندگی ما رو سگ کردم. بچه ها خواب هم؟ آره. یادیش بچه اینجا خوابیده. الهی من قربونه تو برم چاسم فروشته ها فروشته توری مارد شوره زندگی رو ببره. تا یه ما بعد از زایمان خبری نیست، بعدم که فلفور حامله میشی تا نه ما خبری نیست. من برای صداداشم باید دارم یه زن نازابی. نه جونم، بهتر بری خود تخته کنی. بکر ننم اینه بذار جلوی محمود آقا. بفرمه. بیا بخور اوقات چیرین بشه. بیا اینم قد دخواتو با کن دیگه. سکینه خانم در میزنن. وا بلونی چش هست؟ درد بچه‌شه. دکتر به من گفت زن در موقع حاملگی زود از کوره در میره. چاره ای نیست، این هفتش ما رو باید یخت ملاحظهشو بکنی. درد سر اینه که هرچی ملاحظهشو میکنی بدتر میکنه. چه میدونم والا، اینم قسمت ما. الان بابام حساب همه شونو میره. بابا کچی دست رو ازده فکر میکنه قدرشنه. چه عجب انسی خانم، چه عجب که بیرونم نکردی. سلام علیکم. بچه سلامتون گفت. بابام گفتی سلام نکردی. بدینش به من. نه خیلی لازم نکرده. ایوا سلامتون. سلام. صبر کنیم ببینم چی شده. اما چته؟ چرا با جنجال رو انداختی؟ این خونه همین امروز باز فروخته بشه. باز چیه؟ به سرت زده؟ نه خیر، جناب علی به سرتون زده که تجدید فراش فرمودین. فضولی موقوف. هیچ دلم نمیخواد که کوچیک‌ترا به کار بزرگ‌ترا دخالت بکنن. منم هیچ خوشم نمیاد بچه‌مو از خونه پدریم بیرون کنن. کی جرأت کرده بچه تو رو از خونه بیرون کنه؟ کی بیرونش کرده؟ زن داداشم. توران خانوم؟ سکینه خانوم؟ سلیت خانوم؟ سلیت خانوم؟ سکینه خانوم؟ بله، من بیرونش کردم، خوبم کردم تا چش فضولم کور شه. بالا لنگشو جر میدم. شما غلط کردین، اصلا غلطون کرد که بچه‌شو فرستاد در خونه مردم. گدایی؟ گدایی؟ بله گدایی. بازم از خوری خانی شو. آخه کسی که آه نداره با ناله سودا کنه غلط میکنه. این همه تور سک هست اندازه. این منه بلکو یک کشیده بذارم زیر گوشی این میایا. نه این خونه مال شوهر منه. اگه نمیدونی بدون، همومیه جد آباد گدا. همه میدونن که عبدالله تا بردن تو این خونه کلفتی تا اینجا تام کچر بوده. بعد به من میگی دهاتی همومی؟ به من میگی همومی جهاتی؟ یکیش به دست کنم مرده شد. شما بیا جلوی این زن سلیفه تو بگی. من رمزونم، منو بزنید، منو بزنید، منو بزنید.
خدا برم که تو فرشته رو به این افریته داد. رو قربونت برم نازه جونم، گیری نکن، ناراحت نباش. بابا جون سلام. چرا همچی میکنی؟ چرا بریشون کردی رو زمین؟ چیز نیست، این زبون بسته ها که به کسی کاری ندارن. نیشاشونو کشیدی؟ آره. اولای شما که تو مردی راستی یادم رفته بود مواظب این کیسه باش، مار آتیشی توشه، لینگه اینه دندونشو نکشیدم. پدرسک زهر حلاحل داره، به شطور بزنه خاکستر میکنه. چی شده؟ باز دعوا کردی؟ ها چرا پیرانت پاره شده؟ همه اهل خونه‌شون ریختن سر من. عزیزم کجاست؟ رفت رو پشت اون رخت بند کنه. مگه شوهرت نبود؟ چرا؟ اما اونا یه ایل بودن. برو عزیزم رو صدا کن، ستایی بریم حسابشون رو برسی. نه بابا جون، همون تو و ننت بریم بسه. من که اهل دعوا مرافع نیستم. میگم بیا ماراتو بریزیم تو جونشون. نه بابا جون، این کار جرم داره، آدمو میندازن زندون. بدبختی من اینه که بابا ننه درست حسابی ندارم. بدبختی تو اینه که جنست خورده شیشه داره. بچگیت هم تخس بودی. قربون شما ایوونای بیازار که تا دومتون لغت نکنن آدمو نیش نمیزنیم. به تقصیر خودته، زود شروع کردی، طول سگ و زمین میذاشتی بعد میتازوندی. الانم ننه جون بهتره کوتاه بیای. من دیگه نمیتونم تو اون خونه برم، اگه برم همشون رو جیر آباجر میدم. خیلی خب بیا با هم بریم. تو اصلا حرف نزن، وقتی رسیدیم یه راست برو تو اتاقت، باقیش با من. از اولشم باز وسط تاکسی دو سره اجاره میکردم، چون میدونستم نرفته بر میگردی. اون از اولی، اینم از دوم، همه شانس منه. نیفتی مواظب باش. چادرتو جمع کن. بهت گفتم پا رو دومشون نذار، گوش نکردی. اصلا زن آبستن که از این کارا نمیکنه. غلام حسین، غلام حسین. بله. بیا برو بالا پشت بوم، همونجا بشین. رختا که خوش شد جمع کن، باد نبره ها. ننه جون وایسا چادرام سرم کنم بری. یادت باشه چی گفتم ها، حرف نزنی، بی خودم کلنجار نریا. بریم. خدایا چه بدبختی. اخماتو واکن ننه،
با دامن اصلا نمیشه خورده. از سر شب تا حالا ستایی رفتن تو اتاق و معلوم نیست چی میگن. دارن محمودو پرش میکنن. من پسرمو خوب میشناسم، دهم بین نیست. اگه لیلی به لالاش میذاره به خاطر بچهشه. میبینی چه خانم خوشگلیه؟ قشنگه نه؟ اگه به خاطر بچه نبود دختر شما رو دیگه تو این خونه را نمیدادم. ما 30 ساله تو این محله داریم زندگی میکنیم، هنوز صدای ما رو در همسایه نشنیدن. شما که میدونین زن حامله اختیارش دست خودش نیست، این بچه شماست که به دختر من فرمون میده. پاشو پاشو صورت شوهرتو ماچ کن، ازش معذرت بخوا. ده پاشو برو جلو، برو ماچش کن، ده ماچش کن. ده وای. خب دیر وقته، حالا پاشین بگیرین بخوابین. محمود آقا بچه رو بدیم من میبرمش. بیا خوشگلم. عیزم کجا بخوابه؟ این همه اتاق تو این خونه هست، اینم قصه داره؟ آخه تو هر اتاق یکی کپیده. هیچ خوشم نمیاد اینجوری حرف بزنی ها. چرا همش به من میپری؟ یه خوردم به اونا بگین که به ما محل نمیذارن. والا خانم جان، جای مادر سکینه خانومو تو اتاق مهمون خونه بندازینش. یا علی، ننه قدسی بودو برو جاشو بند. همین یه کارم باقی بود که برم برای دلاک هموم جا بندازم. هر چی هست مهمونه، مهمونم حبیب خدا. بابا چرا نمیای؟ این بچه زبون به در نمیگیره. برو بابا. خیلی خب، چرا انقدر داد میزنی؟ خودش از بچه بیشتر عرق میکنه. قدسی جلوی اون زبون تو بگیر، برو رخت خوابو پر. با من چه دخترش بره پن کنه؟ با برو دیگه. توران. بله خانم بزرگ. توران جون بیا. بیا ننه بیا. باز تو از همه گلتری. خوب نیست روی محمود و زمین بندازی، اونم هرچی باشه ننم مهمونه. شما اگه بگی این چشم، اما را دستم نیست. پیرشی ایشالله، برای خاطر من بود. چرا خدا نگاه کن چه دور زمونه شده. زنی که سنیت جد آباده برای یکی کرده، حالا توقع داره از ننشم پذیرایی کنی. حالا اینقدر جوش نزن، شیرت خشک میشه. دست تو بکش، امشب هیچ حوصله ندارم. من برعکس اینقدر حوصله دارم که داره حوصله دونم لبریز میشه. بیا دور کن دیگه. قربونت برم، دعوا و اوقات تلخی بد چیزیه، اما به آشتی بعدش میارزه. نمیخوام؟ نه. کجا میری؟ میام الان. چرا نمیری بخوابی؟ اینقدر اعصابم ناراحته خوابم نمیبره. تقصیر خودت. الان 15 روز محمود آقا رو تو اتاقت را نمیدی. مگه یادتون رفته؟ آخرین شبی که اومد توی اتاق من، سکین اومد به زور بردش. منم حرصم گرفت، گفتم این شوهر مال تو، ما نخواستیم. اونم از خدا خواست. محمود آقا مثل اینکه بعدش نیومد، همین حرف رو بهانه کرده. دیگه به من محل نمیذاره. یه دختر همون میدونم آوردم اینجا، حالا واسه من خانم خونه شد. همش تقصیر خودمه. با دست خودم خودم رو سیابم. نه نه، تقصیر من. یعنی منم نمیدونستم این دختر اینطوری از آب در میره. یه وقت ها اینقدر حرصم میگیری ازش، اینقدر منو با کاراش میچزونه، اینقدر منو میسوزونه که دلم میخواد این گل و آتیش بذارم رو سرش. دلم میخواد خفاش کنم. حیف که از دستم بر نمی. لا اله الا الله. خدا رو خودت بر دستی من بر. چی کار میکنی نصف شبی؟ چه نمی بخوابی؟ شما بگیریم بخوابین، چی کار به کار من داری؟ بیا اینجا بینم کجا میری؟ جهنم دره. به خدا دیگه خسته شدم خانم بزرگ. خسته نفرم خسته هم میخواد خودم رو بروشم. دنیا رو میخواه یه زندگی را حسن شد.
هیچی چیه؟ هیچی دیگه پانچه بود. لا اله الا الله. شما بگیریم بخوابین. مگه تو میذاری؟ تا میاد چرت هم ببره یه سرصدایی را میندازی؟ معلومه سمشب چته؟ محمود آقا سر به سرم نذارا. اگه اینجا ناراحتی برم تو اتاق تورم بخوابم؟ نه نه همینجا بخواب. اذیتم کردی؟ مخصوصا برای اینکه جریمت بکنم میرم تو اتاق توران خانم میخوابم. نه تو غلط میکنی؟ هرچی ملاحظه‌اش میکنم روش بالا میره. حالا کارت به جای رسیده که واسه تکلیف معلوم میکنی؟ الهی من قربونتون برم، الهی من تصدقتون برم. امشب اونجا نریم، اگه میخواییم بریم فردا شب. امشب یا فردا شب چه فرقی داره؟ یه چی آخه امرو دعوامون شده، نمیخوام پیش اهل خونه من کنف بشم. از خاطر من محمود آقا. تو رو خدا محمود آقا امشب نه باشه. تو را خدا دیگه گریه نکن. برو ننه دیگه بگی بخواب. هیچ فکر و خیالم نکن. خداوند ارحم الراحمی. ننه توران خانم یه نگاهیم به در کوچه بکن که باز نباشه. چشم. نمیذاره ما بخوابیم. خب ننه برو تو اتاق توران بخواب. نخیر اگه شارکمو بزنی نمیذارم محمود آقا تو اتاق توران خانم بخوابه. سکینه خانم بی خود ترس نخوری. محمود آقا اگه سر تو پاشو طلا بگیره ممکن نیست بذارم بیاد پیشم، اینو مطمئن باشی. تا شما تو این خونه هستیم تو اتاقم راش نمیدم. استغفر الله ربی و توبه. من امشب تو اتاق شما میخوابم. وقتی آدم دو تا زن داره جا واسه خوابیدن نداره. خب بیا بریم مادر. مثل اینکه به نعلبندش نگاه میکنه. Thank you.
محمود آقا صبح بخیر. سلام. بفرم. ننه محمود جون، صابون تو از نزن یا تازه آب شکشتی مادر. سلام مادر. سلام. سلام خانم. علیکم سلام. سلام محمود آقا، صبح شما بخیر. سکینه هنوز بیدار نشده؟ نه. وا، امروز چرا اینقدر میخوابه؟ دیشب یخت دیر خوابیده خسته. سلام علیکم. صبح شما بخیر. آقا بچه شما بخیر. سکینه ننه چرا امروز اینقدر میخوابی؟ لنگ زور بلند شو. سکینه وا سکینه جو سکینه سکینه خدا من نمیدونم ننه سکینه سکینه ننه سکینه جون خدا مرگم بده بچه این توه نه چون نری آباست خطر داری نمیخواه بزن ایا چی کار میشه کرد لب مارجی را بیاره برو برو جایی که راهی خورمونه برم مارجی را بیاره میزنه ما حلاک میکنه بیا مصطفی جعفر خودت به دادش بده راهی قربونت برم نه را تا بیش بچه محشت میکنه بای جایی بیدار قربونت برش خدا عمر دوباره بهش بله دیگرم آی خدا چه دیگر کنم محمود آقا جونش نجات دادی